دوستان عزیز، این ویدیو ما دویم قسمش است. بیایدن اکنون میگویم که در آلمان بچه تا 3 سالگیش با مادرش هستند. اگر مادرها کار میکنن، البته میتوانن فرزنداشون 1 ساله شد یا کدوم جایهایی هست که حتی 6 ماه بچه میگیرن نگاه میکنن. خوب، فرزندان ما از 3 ساله رفته، با همین خاطر از 3 ساله دیگه شروع میشود کودکستان. خب کودکستان اینجا چطور پیدا میکنن؟ کودکستان اصلا باید نباید چی میگن؟ بی‌پروا باشیم. مثلا با ما رونمایی کردگی همین حکمیت است. اما وقتی بچه تون حتی در دنیا نامده است، باید اون طفل رو نامشو نام خانوادش بگوید تو باید نوشته کرده مونید. این کودکستان با میخواستم بدهم و اونجا نام کودکتان رو نوشته میکنن. اگر شما بی‌پروا باشید، دیگه بچه شما تا 4 ساله و 5 ساله نمیتواند کودکستان پیدا کند. اما در آلمان کودکستان بسیار مهم است. بدون نمره‌هایی که اینا در کودکستان میگیرند، مکتب به قبول کردن خیلی سخت است اینجا. یا حتی وقتی مکتب قبول میکنند، مکتب هایم خودش درجه دارد. مثلا مکتب هایی هست که اینم بشد از همون زمان های خوب هیتلر مونده، مثلا مکتب ها هست که یعنی تو چی بگیم، جدا جدا مکتب ها هست. طفلی که اقتدار خوب دارد، خیلی چیزو مثلا میفهمد، این بچه در جای خوب روان میکنن. خب این چیزو حتما باید پدر و مادر بفهمن. با می خاطرم باید زبان یاد بگیرن. اینا من با اون کسانی میگم که با آلمان میآیند و خیلی سالا زبان یاد نمیگیرن و به خاطر هم که زبان یاد نمیگیرن، در آینده فرزندانشون به سختگی دوچار میشود، روبروی میشود. خوب در کودکستان شروع میشود دیگه هر چیز رو یاد میتیند بچه. مثلا اگر شما در خانواده خودتون فرزندتون برای فرزندتون وقت ندارید، وقت جدا نمیکنید، فقط در دستش تلفن میتید، برون طرف بشین میگید، اون دیگه فرزند خوب تربیه چی میگه سیستمش من دور میباشد. با می خاطر کلن فرزند طفل شما کودکستان تربیه میکند. خوب کسانی هستن که تنبلی نمیکنن، هم در خانه تربیه خانگیشون یاد میدهن، در این فرزند طفل یاد میده این کی هست، اصلیت خود بشناسد، زبانش بداند. حتما آینده این چی بگویم در بین نمیماند، در فرق اون میرود که خودش کی است، کجا زندگانی میکند، باید چطور باشد، یعنی باید چطور با دیگران رفتار کند، این چیز رو یاد میگیرد. با همین خاطر باید ما تنبل نباشیم، برای این چیز رو کودکان کمک کنیم. خوب بعد از که سالها میگذرد میگیم ها چکار کنیم، مثلا این بچه ایو که در آلمان در دنیا آمده است، آلمانی شده است، ما چکار کنیم؟ نه، چکار کنیم نیست، باید کدوم کاری انجام بدید. بچه در دنیا آوردن میگوین آسان است، اما تربیش خیلی سخت است. تم چیزی سخت باید تنبلی نکنیم. چیزی که بروی ما در گردن ما چی میگن؟ در گردن ما هست این، یعنی با همین خاطر امروز هم در یک مجلسی پدر و مادر رو در کودکستان بودم. ببینید در من یک چیز رو دادن، خیلی جالب بود. این یک چی میگن؟ این هم یک رونمایندگی کتابش است. نه، یعنی این هم یک کتاب رانمایی هست برای پدران و مادران، نه فقط مادران. در این دنیا فقط مادران نیستن که برای تربیه طفل جوابگر باشن. مثلا میگن وقتی در خاندانت پسر هست، حتما با اون پدر زیاد نزدیک باشد، چون اون از پدر رنگ میگیرد. وقتی دختر هست، حتما خانم ها به این جوابگر هستن که دخترشان رو تربیه کنند و خیلی چیزوی خورد خورده یاد بده از خورد سالگیش. با می خاطر این تو دادگی کتابچه های باید بخونیم برای خواندن زبان دانستن در کار. با می خاطرم خانم ها باید درس بروند. مرد در خاندان مردکو باشن، یعنی مرد ذاتش باشد، باید اقا عقب موندگی دیگه جمع کرده، یک کمی روشن فکر شده خانماشون رو به درس روان کنن، حتما درس بخونن خانم ها و در تربیه بچه خود وقت پیدا کنند و حتما آموزش داده روان روز به روز. چون که هر یک طفل در آلمان میگن تا 3 سالگیش با این طفل کودکیش بگذرانید میگن. بعد از 3 سالگیش تو که مکتب میرود و 18 ساله میشود میگن
تربیهیش تا 8 سالگی شه میگن، تربیهی که می ده خانه می دهن یا زبان یاد میگیرد یا کلتور یعنی فرهنگش یه چیزوش تا 8 سالگی. بعد از 8 سالگی و 18 سالگی این دیگه کلن باید دوستانه باشید که فرزند با فرزندتون و در جایی که تردیسیونی خودتون هست، یعنی همون چیزهای سنتی که می باشد، پارتی یا چیزهایی که همین از خودتون است، کلتوری شما می باشد، به دویم در پیشتون فرزندتون باشد، در نزد فرزند پدرش باشد. اگر اون پدر ندارد، هیچ نبدن به یا اموکش یا تقایش حتما در پیشش باشد. با می خاطر این چیزها همیش دیگر روانشناسی است، لازم نیست همه مثلا اکادمی خانم ها برود مثل من، هیچ لازم نیست. یگانه چیزی لازم است زبان یاد بگیره تو زبان دانسته باشید که تو که انا همین قطر چیز رو در اینجا بفهمید. این خیلی مهم است برای فرزندتون، مهم است برای آینده فرزندتون، مهم است که آینده به یک مثلا کارگر عادی شده نماند. او میتواند خیلی کار انجام دهد، اما ممکن شما مثل پدر و مادر کمک نکردید در وقتش، در همی طفلم سخت میرسد و حتما در تربیش تاثیر میگذارد. انا همین تو گپو بود چی میگن دوستان عزیز. آها باز میخواستم بگویم که یعنی امروزم برای من، امروز طفل من از 4 ساله گذشتگی بود، مجلس پدر مادر بود، یادواری کردن که لطفا با بچه خود به زبان مادری گپ زنید. من گفتم در خانه ما قانون است، اون حتما در فارسی گپ میزند، هر توری هر چی توری لهجه باشد اون میفهمد، به خاطر هم مادرش از دیگر طرف است، مثلا پدرش از دیگر طرف است، هر دویشون فارسی، دو تا دیالکت است، تروتستم یعنی بازم میفهمد بچه. خب با همین خاطرم درباره این موضوع خیلی زیاد سخن کردن، خدا رو شکر که من میفهمم این زبان رو، میفهمم جواب داده میتوانم، برای من آسان تر است. با همین خاطر لطفا به همه شما گفتنی هستم که در خانواده تون زن دارید، باید زناتون رو با درس روان کنید، زنی خودتون رو با درس روان کنید، دخترتون رو روان کنید. باور کنید پیشرفت کدوم ملت چی میگن، دانشنوک بودن یک ملت هم در دست زنا هست. اون تلفن دیگه خلاصی ندارد. مقصد حاضر چه خدا نگهدار باز گپ میزنیم، کدوم موضوع یا سوالی دارید حتما نوشته کنید، اگر من چیزی میدونم حتما کمکم به شما میرسد. سلامت باشید، خداحافظ.